ساعت‌های 10 شب اینها بود، من رفتم اینستاگرام مثل همیشه چک کنم ببینم پیامی چیزی اومده، زدم دیدم کار نمیکنه. بعد اومدم فیسبوک، دیدم فیسبوک هم کار نمیکنه با وجودی که فیسبوک رو خیلی کم استفاده میکنم. اومدم ببینم چه خبر، گفتم لابد اینترنت اینجا مشکل داره. بعد با یه کامپیوتر دیگه تست کردیم، دیدیم نه نشد. بعد با یه موبایل، بعد تلگرام هم بگیر نگیر شده بود. چرا؟ چون حجم استفاده و حجم کسانی که خب از اینستاگرام، از فیسبوک همه کوچ کرده بودن، اومده بودن اینستاگرام، اومده بودن تلگرام، خیلی زیاد شده بود و تلگرام هم به زور داشت جواب میداد. بعضن یک پیامی رو که میخواستید بنویسید خیلی طول میکشید و قسمت کامنت گذاری ها رو تلگرام برداشته بود که یه خورده سرعت جواب بده، پهنای باندشون جواب بده. دیشب فیسبوک به مدت، فیسبوک که میگم شامل واتساپ، اینستاگرام و چند شرکت موبایل دیگه البته که اسامی دقیقشون هم اگه بخواید اینجا من یادداشت کردم، شرکت AT&T، تیک تاک، گوگل، آمازون، شرکت اپل، اسنپ چت و یک تیکه، یه مقطعی توییتر، مترو موبایل، تی موبایل، تی ام بی ال ای، واتساپ، همه اینها از کار افتادن. حالا بعضی هاشون برگشتن، بعضی هاشون بعد از همون 7-8 ساعت برگشتن. علت‌های مختلفی، خب میخوان مثلا ما رو سر کار بذارن. یک بچه یه نوجوان 13 ساله تو چین هک کرد سیستم رو، یه بچه نوجوان 13 ساله فیسبوک رو هک کرده، AT&T رو هک کرده، نمیدونم پشت گوشهای ما مثلا مخملی هست، دراز هست، میخوان ما رو نمیدونم فریب بدن. یه بچه 13 سال، سری یه بچه 13 سال هک کرد. نه عزیزان، آن فراتر از چیزی است که دارید میبینید، خیلی مهمه. همون 6 ساعتی که فیسبوک قطع شد و اون مشتقاتش که واتساپ و اینستاگرام هست، نزدیک 7 میلیارد دلار ضرر وارد شد بهش. 7 میلیارد دلار. 7 میلیارد دلار پول کمی نیست. یعنی اگر که 24 ساعت قطع میشد، حالا نزدیک 2 روز قطع میشد، اندازه بودجه کل کشور ما از راه فروش نفت پیداست یه عددی، همچین عددی میشد دیگه، نزدیک 50 میلیارد دلار. ما یه همچین عددی فعلا داریم از راه فروش نفت درآمد کسب میکنیم، یعنی 2 روز اگه قطع میشد. پس خب هیچ کسی اونقدر احمق نیست که بخواد حالا بگه که اینها خودشون بودن یا خودشون کردن. من قبول ندارم، چون که دیشب یک اتفاقات خیلی خارق‌العاده‌ای هم افتاده بود. گویا درهای داخلی فیسبوک قفل شده بود. یعنی چی؟ یعنی یه عده رفته بودن سرورها رو نگاه کنن. سرورها، این دراشون خب کنترل از راه، این درا هم قفل شده بود، حبس شده بودن داخل، نمیتونستن بیرون بیان. فضای عجیبی سایه افکنده بود بر فیسبوک. خیلی ها بر این باورند که میهن پرستان این کار رو بر ضد گلوبالیست ها انجام دادن و در این 6-7 ساعت دوستان اسناد بسیار مهمی از این گلوبالیست ها بیرون آوردن و اسنادی که خود فیسبوک و خود مارک زاکربرگ و اون شرکت های وابسته بهش دست دارن در بسیاری از جنایات، در بسیاری از قاچاق کودکان، پورنوگرافی، در صادرات کودکان، یعنی یک جنایات پشت پرده. و گویا این کار
عده‌ای از یک لشکر بزرگ، لشکر بزرگ عده نمیشه گفت، لشکر بزرگی از میهن پرستان بوده. تو اون 6 7 ساعت اون اطلاعات رو خارج کردن، یه عده منتسب میکنن به طرفداران پرزیدنت ترامپ مثل جنرال فلین و غیره، ولی خب معلوم نیست. ولی اگه سریال ماتریکس رو هم دیده باشید، اون کسی که ماتریکس رو شکوند در واقع اون کسی بود که میتونست نفوذ کنه به سیستم ها و شبکه ها، و اون بود که بیدار شد و پتانسیل بیدار شدن داشت. به هر روی کار خیلی خارق العاده ای بوده شب گذشته، و یک پیامد خیلی وحشتناکی داشت. مارک زاکربرگ از ترس به خود خرابی کرده بود. مارک زاکربرگ یکی از کثیف‌ترین انسان‌هایی هست که وجود داره تو این شرکت‌های کمپانی‌های بزرگ، کسی که توی فیسبوک پرزیدنت ترامپ رو بست، کسی که هزاران پست از خود ما، از ملی‌گرایان، از خود من حذف کرده در حمایت از رژیم آخوندی. یه فایل میذاری ضد رژیم آخوندی، سریع پاک میکنه. یه فایل میذاری بر ضد این واکسیناسیون اجباری، سریع پاک میکنن، سریع برچسب زیرش میچسبونن. این انسان، انسان بسیار کثیفی است. دیشب از ترس آمده بود یه ویدیوی ضبط شده خودش رو گذاشته بود که مثلا من لایو دارم حرف میزنم. لایو نبود دوستان، ضبط شده بود. و حال چه میزان اسناد خارج شده از فیسبوک و در رابطه با چی هست، و این اگر که ضربه از طریق ضربه هکی بوده، که البته یک تیم هکر یا یک افراد بسیار نابغه باید انجام داده باشن، نه یک بچه 13 ساله چینی. اینا نه، اینا خبرهایی که سری میارن که مغزا رو ببرن یک طرف دیگه. این ضربه بسیار بزرگ هست. از یه طرف هم خب یک مسائل دیگه ما میشنویم، میگن احتمال این که 5G رو خواستن تست کنن هست. خب اینا رو من همش دارم براتون میام. حتی یه پیام جالب هست من از داخل ایران گرفتم، باورتون میشه؟ یک پیام از داخل ایران گرفتم، حالا شما هم برات همتون میخونم که شاید شما هم مورد مشابه داشتید دیشب همون موقعی که واتساپ و فیسبوک و غیره قطع شد، اینستاگرام غیره قطع شده بود. اینستاگرام بذارید اینجا باز کنم من براتون این رو، این عزیزی که پیام داده رو من براتون میخونم. گفتن که خبر اختلال تو اینترنت و قطعی 6 ساعته اینستاگرام، فیسبوک و واتساپ رو در جریانش هستید. میخواستم بگم دقیقاً وقتی این اختلال شروع شد بین ساعتهای 9 الی 10 شب متوجه چیزی خیلی مهم میشدم. اطلاع رسانی هم کردم، خیلی ها هم تایید کردن. حال چه اتفاقی افتاد دیشب؟ تو خونه بودم، دقیقاً نزدیکای ساعت 10. خانوادم عادت ندارن سر شب بخوابن، به خصوص مادرم و پدرم که تا دیر وقت بیدارن. دقیقا همون ساعتها احساس کردم داداشم، خواهرم و مادرم احساس گیجی و بیحالی میکنن، کسانی که واکسن زده بودن. اول فکر کردم به خاطر خستگیشونه، به خدا این واقعیت رو میگم، انگار سر شب توی خواب عمیق برن. تا جایی که بچه های کوچی که تو خونه داریم مامانشون رو میخواستن بیدار کنن و بهش بگن چرا بدون شب بخیر خوابیدی و بیدار نمیشد. انگار که میت افتاده بود، انگار مثل میت منظورش هست، مثل میت افتاده بود. هیچ واکنشی نداشت مامانش، چون عادت نداره زود بخوابه. من با دوتا از بچه هاش تا یک شب بیدار بودیم. خلاصه حالا داستان زیاد هست نوشتن برا ما، ولی میخوام ببینم آیا شما همین تجربه مشاور رو در همون ساعتها داشتید یا نه. این دوستمون میگه که چیزی که جالب هست در انتهای نامه‌ای که برا من دادن، میگه که من صبح بلند شدم رفتم سر کار. اینجا جالب هست، این تیکه نامه‌شون رو دقت کنید. صبح پیگیر موضوع شدم، به دوستان و همکاران و آشنایی که داشتم زنگ زدم. دیشب احساس خستگی و کسالت نمی‌کردین؟ یعنی ازشون پرسیدم.
جوابی که اکثرا به هم دادن مو به تنم سیخ شد. گفتن ما دیشب خیلی خسته بودیم که ساعتهای 10 شب خوابمون گرفت. میگفتن انگار کوه کنده باشیم. و ازم پرسیدن تو از کجا میدونی؟ و چرا این سوالها رو میپرسی؟ خلاصه این دوستمون این هم از این بابت این رو مطرح کرده.